خیلی سال بود که مثلا من خیلی دوست داشتم، خانواده‌ام دوست داشتم من یه ورزش حرفه‌ای انتخاب کنم. حالا اون موقع میدونی که مثل الان شرایط خیلی باز نبود و اینکه امکانات ورزشی و فضاهای تمرینی و ورزشی خیلی زیاد نبود، محدود بود. و اینکه اصلا من فکر نمی‌کردم که مثلا رشته دو و میدانی هم وجود داشته باشه. برادرام ورزشکار بودن، بدنسازی کار می‌کردن، فوتبال کار می‌کردن. خب مسابقات ورزشی رو خیلی ما دنبال میکردیم از رسانه‌ها که یهو رسیدیم توی همین مسابقات، رسیدیم به دو میدانی. مسابقات دو میدانی، مسابقات دو میدانی دیدم خیلی هیجان زده شدم، یعنی انگار که مثلا یه برنامه‌ایه که یه قسمتی از وجودمه با اینکه بچه بودم. بعد همه تصمیم گرفتن، گفتن که حال رشته‌های مختلف و گفتم یه برو شنا اینا، خیلی خوشم نیومد. ولی این مسابقه رو دیدم خیلی هیجان بعدش هم گفتم بیایم بریم دو میدانی. اون موقع زیر نظر انجمن ها بود، اصلا دو میدانی بانوان زیر نظر فدراسیون نبود و خیلی محدودیت ها بیشتر بود، یه خورده دیده خانم ها بسته تر بود. به من آقای کفاشیان گفتش که آن قرار بود پوسان اعزام بکنن که متاسفانه این اتفاق نیفتاد برای من. رکوردامو اون موقع تجزیه تحلیل کردن، گفتن حتما تو اون موقع میتونی بری مثلا تو آسیا مدال بگیری، ولی خب شرایط برام ایجاد نشد. یه خود محدودیت ها از نظر از زیر نظر انجمن بودیم. اونا گفتن که حالا مثلا از نظر پوشش اینا هنوز تصویب نشده بود دو میدانی. بعد یه آقای کفاش بودن خارج از کشور تصویب نشده بود؟ نه نه، از تو خود داخل تصویب نشده بود. بعد تا حالا اون موقع زن محجبه مسابقه نمیداد تو آسیا و خیلی براشون مثلا پرتابی خانم بهزادی رو فرستادن، گفتن خب پرتاب زیاد نمیدوه، حرکت نداره، ایشونو فرستادن. قرار بود منم بفرستن، خیلی اون موقع بهم برخورد که چرا من نفرستادن. بعد ناراحت شدم، یه هفته دیگه تمرین نکردم، خانواده‌ام اجازه ندادن، گفتن خب وقتی که بهت اهمیت نمیدن برای چی اینقدر تلاش میکنی. خیلی دیگه ناراحت شدم. آقای کفاشیان ازم دعوت کردم، فدراسیون به من قول دادن شما اگه رکوردات خیلی خوب باشه ما یه کاری میکنیم که حتما مسابقات آسیایی برون مرزی اعزام بشی. به من گفتن اولین باره، بیا برو شرکت کن. من حالا هم خوشحال شدم، هم میگفتن تعداد کم، ولی دو میدانی تعدادم کمه. اون سه نفرم مثلا چهار نفر بودیم، سه نفر خیلی خوبی هن. مثلا یه دختر چینی با ما دوید، انقدر قوی بود، اصلا خیلی ما رو با فاصله ما رو گرفت. ولی میگفتن کمه چون تعداد شرکت کنند، مخصوصا تو استقامت زیاد بود. به من گفتن کمی برو شرکت کن، اولین مدال تو بگیر که ما خیالمون راحت شه، دستمون باز باشه، بگیم که مثلا یکی اینجا مدال گرفته که بتونیم مثلا درخواستای دیگه همون رو انجام بدیم. دیگه نمیدونی من با چه میشه گفت مصیبتی، من کلا 3000 تمرین میکردم ولی 3000 مانه ندویده بودم. همونجا تو مسابقه قبلش پام کش اومد از ترس، ترسیده بودم و اینکه تو همون گرم کردنی کش اومدم. ولی خلاصه رکورد رو هم رکورد ثبت شد و من مدال رو گرفتم. اصلا میدونی انقدر سخت بود، با اینکه میگم شرایط همه چی فراهم بود، چون میدونید فشارهای دیگه هم آدم روی ورزشکار هست دیگه، انقدر از همه لحاظ بهم فشار اومد باورم نمیشد مدال گرفتم. دیگه همونجا یادم آقای دکتر علی جانی تو اردن بودیم، اومد گفت دیگه من خیلی گریه کردم و از اینکه چون لباسم اصلا نامناسب بود واسه این رشته، لباس مناسبی نبود. بعد اولین رشته ای هم بود که چاله آب داشت، من خیس میشدم و اینا، خیلی اذیت شدم. آره بعد خب متاسفانه یه سری اونجا مثلا نگاه میکنن یه دید دیگه نگاه میکنن، گفتم مثلا واسه چی با این لباس داره مثلا اینجوری میدوه. خلاصه من رفتم یه گوشه گریه کنان، آقای علی جانی اومد گفت خیلی خوب بود، تو نمیدونی ایران چه خبر شده، روزنامه ها همه رو، تو یه کاری کردی که رسانه دو میدانی رو شناختن. بعد به من یه تصویر سازی خیلی قشنگ کرده بودن که به من یه انرژی داده بودن که مانع چاله هیچی نیست، عروش بپر، فقط تو عروش بپر، قوانینش رو فقط به من یاد دادن. منم اونو فکر کردم یه چیز مثل این ابرا هست، فکر میکنم تو ابرا چیزای قشنگ. آقا من رفتم دیدم همچه خبری نیست، ولی دیگه گفته بودم میخوای مدال بگیری و اینا، هر جون تو بذار و اینا، چون همه برصورت این مدال باعث میشه همه دخترها هم شناخته بشن، دیده بشن، کلی با هم صحبت و این چیزا. دیگه من اونجا هر جونم رو گذاشتم. خیلی بد، انقدر بد میرفتم که همه عربا منم مسخره کردن، یعنی همه شیر جسدن.
چون اصلا متدشو بلد نبودم. بعد یوهویی من از قبل اینکه برم چاله رو بپرم یادم یه چاله پر آب اونجا زیو کپ کردم اصلا پشت هر مانعی، یعنی پشت هر مانعی من چند ثانیه وای میستادم، بلد نبودم دیگه. ولی تو دعای جبرانش میکردم، اونجا این مکس میکردم، هی شیرجه میزدم، ولی شیرجه که یعنی خیلی بد فرود میآمدم، چون انقدر تکنیکش باید خوب باشه که خارجه رو اگه آفریقایی رو ببینی اصلا پاشون تو چاله هم نمیخوره، قشنگ میپرن. بازی های گوانجور رو در پیش داشتیم که من خیلی خاطرات تلخش این بود که من خیلی تحت فشار بودم، پدرم خیلی مریض بود، بعد شرایط روحی خوبی نداشتم، شرایط تمرینی خوبی نداشتم و اینکه مسابقات دانشجویان جهان بود، اونجا انتخاب شدم. اتفاقا یه آقای از سازمان اومد، من 2 ماه سنم بیشتر بود، خیلی دوست داشتم اونو شرکت کنم، اونم قبلش بود، مسابقه خیلی خوبی، رکوردم در حدی بود اصلا مدال میگرفتم. اینا همه به من فشار آورده بود، خیلی تحت فشار بودم، تازه پام خوب شده بود، ریکاوری کرده بودم و اینکه فقط به من گفتم میری اقلا رکورد ایران بزن، چون تعداد ورزشکارا فوق العاده زیاد بود و مسابقات المپیک در پیش بود، یه سری اومده بودن که اصلا ورودی المپیک تو همین بازی آسیایی بیارن. و چیزی که خیلی مهم بود، یه سری حالا اونجا من نفر 10 شدم فکر کنم، خیلی خارجی‌ها تشویق می‌کردن، یعنی یه سری خانمای استاد یه سری دانشگاه اومده بودن، اساتید دانشگاه اومدن گفتن خب شما که می‌خوای 10 بشی واسه چی اعزام می‌شین؟ یه موضوع دیگه که تو ورزش دوام ایرانی هستش اینه که ما می‌بینیم مثلا دخترا رکورد می‌زنن، بعد سری میگن ما مدال آسیا می‌گیریم و این شکلی، در صورتی که خب خود شما خیلی بهتر می‌دونید دوام میدانی ثانیه ها سانتی متر هاست که تعیین میکنه. ببینین این اصلا ربطی به هیچ ارگان و سازمانی نیست، این ربط به شخصیت ورزشکاره یا با اون کسی که کار میکنه یا من نمیدونم. ما چون من خودم هم قهرمان بودم هم مربیم و با مربی حرفه‌ای کار کردم، یه چیزی که تو تمرین تحقق پیدا نمیکرد ما هیچ وقت در موردش صحبت نمیکردیم، حتی تحقق پیدا میکرد ما قبلش حرف نمیزدیم، انجام میدادیم بعد مثلا در موردش صحبت میکردیم و در توانایی خودمونو میسنجیدیم ببینیم این توانایی پتانسیل در مسابقات بعدی واقعا اون ارتقای رکورد رو میتونه داشته باشه. بعد چیزی هم که بود، من اون موقع یادمه به ما میگفتن الکی نری بگی من مدال میگیرم، و من یادم من فدراسیون با من مثلا اگه میخواستم، من یادم یکی 2 گفتم من فلانجا میرم مدال میگیرم، به من گفتم میتونی بگیری، تو اینو گفتی میتونی این کارو انجام بدی، اگه میتونی اینجا امضا کن. میدونین اینو هم فدراسیون پیگیرش بود، همی که مربی و همی که شخصیت خود ورزشکار، خب خیلی ورزشکارا به یه جایی میرسن خیلی حرفا میزنن